مچ طرف رو گرفتی، دزد رو گرفتی، ترس رو باهاش مواجه شدی، اونم هدفش این بوده که به تو خودشو نشون بده، بالاخره موفق شده، تموم میشه. اینجوری تموم میشه، دقت کردی؟ اینجوری. مهم اینه که برسی به اصل ماجرا. حالا همه اینه که گفتم قیاس کن با باورات، با ترس هایی که داری. حالا میرم سراغ چند تا از ترس ها که نوشتید، ولی این چیزایی که گفتم در مورد همه چیز و همه شما ها صدق میکنه. از خودت بپرس که چه باوری و چه قضاوتی ممکنه من داشته باشم در مورد دنیا، در مورد زندگی، در مورد آدم ها، در مورد پول، در مورد کار، در مورد تحصیل، در مورد فرزند، در مورد هر چیزی که اون قضاوت و باور باعث شده باشه چنین ترسی به وجود بیاد. اگر 5 تا کلید اصلی تو این دنیا باشه که تو قراره زندگی مادی و معنوی تو روش بچینی، یکیش اون لتینگ گویه که دیروز گفتم، یکیش این جمله ایه که الان بهت گفتم، این شد 2 تا. دنبال بقیه ماجراها رفتن خاله بازیه. اگه قراره رو خودت کار بکنی، اگه قراره پیشرفت بکنی، اسمشو بذاریم پیشرفت، من اسمشو میذارم کامل شدن، باید شروع کنی به شادو ورک. اصطلاحا شادو ورک همینه، همینی که الان توضیح دادم، مواجهه با ترس ها، دیدن اون وجه تاریک که ما دلمون نمیخواد، جرأتش رو نداریم، میترسیم، 1000 تا اسم روش میذارن، ولی همینه. ببینم چه وجهی از من وجود داره که شهامت مواجهه باهاش رو ندارم، حالا باهاش مواجه میشه، چی میخواد بشه تش؟ تش؟ اتفاق خوب میفته، یه تیکه به توی پازل 1000 تیکه اضافه میشه. این اتفاق خیلی خوبیه، خیلی بزرگه. خب حالا دوباره یه چیزی رو تکرار میکنه. تو موقعی که از چیزی میترسی، یعنی فوکس کردی روش، یعنی داری انرژی میدی بهش، بنابراین اتفاق میفته دائم و دائم. فرض کن یه جوب خیلی باریکی از این جوبایی که وسط کوچه ها میذاشتن، اینجوری خیلی راحت اصلا پاتو میذاشی توش رد میشدیم، یا آبی داره اینجا رد میشه، یواش تو پاتو بلند نمی کنی بذاری اونجا، میگی اون جلوتر میرم دور میزنم اینو. اوکی، این ترسه. خب این جوبه همینجوری که میره جلو پهن و پهن‌تر میشه و آبش بیشتر میشه، تو هی به امید این که بری جلوتر دورش میزنی باهاش ادامه میدی و این جوبه عمیق میشه، پهن میشه، پهن میشه، میشه نیل، میشه کارون، میشه دریا، میشه اقیانوس. تو دیگه نمیتونی پاتو از روش برداری، تو حالا باید توش شنا کنی. این ترسه، هرچی بیشتر کشش بدی ترسناکتره، چون داره بیشتر داد میزنه. من یه بار اینجا جدی شدم داد زدم، شما بهتون برخورد. چرا وقتی ترس داره داد میزنه بهتون بر نمیخوره؟ نگاهش کنید، شهامت نگاه کردنش رو داشته باشید و موقعی هم که میخواید این کار رو بکنید از بقیه کمک بگیرید، از همسرتون، از فرزندتون، از مادر و پدرتون، از دوستتون، از کسی که بهش اعتماد دارید، بگید من میخوام وارد چنین پروسه ای بشم، به من کمک کن، در کنارم باش لااقل. این اتحاد رو بفهمید، بفهمید که اگر این اتحاد نباشه اتفاقای ناخوشایندی اطرافمون میفته که جامعهمون رو میبینیم الان به چه روزی افتاده، به خاطر اینکه همه فقط به فکر خودشونن، همه اندیویجوال فکر میکنن، فقط خودش رو میبینه. پول من در بیارم بقیه به من چه، کار من انجام بشه بقیه به من چه، حقوق من زیاد بشه بقیه به من چه، من به خونم برسم بقیه به من چه. این میشه. با ترستون مواجه بشید، از دوستاتون کمک بگیرید، از مشاور کمک بگیرید و بدونید که در نهایت حتی اگر بمیری باز هم تو باید با این ترس ها مواجه بشی. این بعد نشد بعد دیگه، این لایف تایم نشد لایف تایم دیگه، و مهم اینه که روح منتظر این پازل کامل بشه.
بذار ببینم چیزی دارم اینجا نوت یه چیزایی برداشته بودم قبلا. آها، در اصل به ترس اینجوری نگاه کن که مثل یه آلارم میمونه که داره به تو میگه فوکست رو، تمرکزت رو جایی گذاشتی که ترجیحش نمیدی. خب چرا تمرکزت رو جایی میذاری که ترجیحش ندی؟ دو تا کار میتونی بکنی. تمرکزت رو ورداری بذاری جایی که ترجیحش میدی، بنابراین هدایت کنی انرژیت رو به اون سمتی که میخوای، نه به اون سمتی که نمیخوای. چون تو هرچی بیشتر مقاومت کنی نسبت به مقابله با ترس، بیشتر داری به سمت خودش میکشی، به سمت خودت میکشیش. مقابله کردن یه جور فوکس کردن دیگه. من این دستو دارم فشار میدم، حالا اینو دارم فشار میدم یا این داره اینو فشار میده، فرقی نمیکنه. یکیش ساپورت میکنه، یکیش رزیست میکنه، یکیش حمایت میکنه، یکیش مقاومت میکنه. جفتش یکیه، بستگی داره تو از تو کدوم، از کدوم طرف نگاه کنی. تو هر چی از ترست بیشتر به ترسی و بیشتر نگاهش نکنی، بیشتر بهش انرژی میدی، بیشتر تو زندگیت. دو تا راه داری. یک، گفتم هدایت کنی انرژی تو به اون سمتی که میخوای. اصلا فراموش کن که هست. وقتی فراموش کنی که هست، که معمولا این کار رو میتونیم بکنیم ما، خودش اتوماتیک به یه نحوی توسط درس های مثبت ما تو زندگیمون میاد. راه راحت ترش واقعا میدونی چیه؟ چون این هدایت کردن انرژی به اون سمتی که نمیخوایم خیلی کار سختیه واقعا. آره من دارم میگم کار سختیه، مواظب کلمه‌ام هم هستم، از دیدگاه من سخته. آسون تر از اون اینه که برگردم ترسم رو نگاه کنم، فوقش یه ذره اینجوری میشی دیگه، فوقش اشکت میریزه دیگه، فوقش دو سه روز دپرس میشی دیگه، اوکی. ولی بعدش دیگه نیست. بعدش میگه آخش خیالم راحت شد، دیگه نیست. حالا تو صاحبش شدی، درس رو گرفتی، جاش خالی شد، چون کارشو کرد داره میره. اون چیزی رو که میخوای، همونی که قرار روش فوکس کنی، جاش میذاری، فوکست هنوز اینجاست روی یه چیز دیگه. خب پس ترس یه جور زنگ خطره، یه آلارمه که میگه حواست جایی که دلت نمیخواد، یا حواستو ببر یا به من نگاه کن. یکی از این دوتا انتخاب کن، بازم انتخاب داری. انتخاب سوم اینه که هیچ کدوم از اینا رو انتخاب نکنی، که من و تو معمولا داریم انتخاب سوم انتخاب میکنیم. خودم قاطی کردم الکی، من نگاش میکنم یا میبرمش اینور، بستگی به مدل ترسه داره، یا نگاش میکنم. خیلی وقتا نگاش میکنم. چیه آخرش؟ چی میخوای بشی؟ بگو ببینم بابا. تمامش میکنم. تو هم تمامش کن. از چی میترسی؟ میترسی پدرت سر داد بزن؟ خب بزن. چی میشه؟ پشو بزن. خب پشو بزن. اینا دیگه چیز خیلی مال 50 سال پیشه، شاید الانم باشه. اوکی بشه. چی میترسی؟ تنها بشی. دقیقا داری تنها میشی، دقیقا تنها هستی و دائما هم ازش میترسی و دائما توشی، برای اینکه ازش میترسی. نگاه کن ببین چی داره بهت بگه این تنهایی. تنهایی چی داره بهت بگه؟ چه درسی داره بهت بده؟ درسو بگیر بذار بره. مادامی که پشت اون داره هول میده درو، تو هم درو نگرداشتی، اون هول میده تو هم نگرداشتی. تنهایی همینجاست، بیپولی همینجاست، عصبانیت خانواده همینجاست، چون تو ازش میترسی، تو میترسی باهاش مواجه بشی، بنابراین هست. مواجه شو، مواجه شو، بذار بره، بذار بیاد. ببین از دیدگاه اسمش یادم رفت، قهرم هنر جنگیدن مال کی بود؟ تزو، همچین چیزی، یه نویسنده چینی مشهور مال 1000 خورده سال پیش. لاو تزو، من نمیتونم، من چیزی یادم نمیاد، ناراحتم. سان تزو، درست گفتم، تزو. توی کتابش که نکات جنگیدن رو میگه، که حالا اگه دوست داشتید بخونید، درسته که مثلا این یه آدم جنگجو بوده که میرفتن جنگ با چین، ولی نکاتش خیلی جهان مربوط به جنگ نفسه. میگه که خلع سلاح کن دشمنت رو از اون جایی که توقعش رو نداره.
توقعه. البته ترس تو این شکلی نیست، تو اینطوری میتونی نگاهش کنی. ترس تو چی داره؟ اینه که تو رو بترسونه. خب واسه بترس، بعدش چی داره؟ هیچی، تموم میشه. یه نفر تو میترسی سر تو داد بزنه، اونم میدونه تو میترسی، هی اداشو در میاره، واسه داد بزنه، واسه نگاهش کن، تموم، واسه نگاهش کن، بس داد بزن. تو داد نزن، تو نگاهش کن، داد بزن. من نمیگم وایسا بی پول شو، ببین ریشه اون بی پولیه چیه، چرا تو میترسی که بی پول میشی، چه باوری هست که تو میترسی بی پول بشی و بی پولی و دائما در این حول و ولایی. اینا برمیگرده به همون دوران باز دوباره کودکی. من اصلا نمیخوام در این زمینه دیگه صحبت کنم، خسته شدم اینقدر در مورد کودکی در اون صحبت کردم، ولی واقعا همش برمیگرده به اون موقع. خب من توضیحاتی که میخواستم بدم رو دادم، هرچند که اینا رو میخواستم تو افتر پارتی بگم، ولی خب یه امروز احساس کردم که با این همه جواب واقعا لازمه که با شما یه صحبتی بکنم. چند تا از کامنتاتون رو میخونم. واقعا ترسم از اینه که مردم تو همین جهل و تعصب بمونن و هیچ وقت نخوان بیدارشن. خیلی خاصه این ترس. این من اینو که میخونم احساس میکنم یعنی شما فکر میکنید که خودتون بیدارید. خیلی خوبه، ولی اگه خودتون بیدارید، آدم بیدار که نمیترسه، پس شما بیدار نیستید. یعنی اون جهل و تعصبه هنوز جایی از من و تو هست که داریم از یه چیزی میترسیم، چون اگر ما اون جهل و تعصب رو نداشته باشیم از چیزی نمیترسیم. به خودت داره اشاره میکنه.